معتمدی؟ شوهرم همیشه درباره یوسف سخن میگوید. یوسف این کار را کرد، یوسف این را گفت، یوسف آن کار را کرد. باعث افتخار است. میدانی؟ او قبلا اصلا اینطور نبود یوسف. جادویش کردی؟ برایش مهم نیست که چند روز از خانه دور باشد یوسف. او همه کارش رو به یوسف منتقل کرده. تاجران به زودی می آیند. مرا فریب نده یوسف، چون تو با مردان دیگر هیچ فرقی نداری. من هر چه را بخواهم به دست می آورم. یوسف، یوسف بیا و کمکم کن. این درست نیست که در اتاق شما بیایم. شوهرم همه چیز بزرگ و کوچک را به تو سپرده است یوسف. آیا عضوی از آنها نیستم؟ بیا بشین، هیچ کس نیست، با من باش. او هیچ چیزی از من مضایقه نکرده است. چطور چنین گناه بزرگی مرتکب شوم؟ در حضور خداوند؟ اگر این کار گناه است، این گناه من است. تو گناهی نمی کنی. مطمئن باش که من راضیم. بیا. رضایت تو گناه من را مخفی نخواهد کرد. این کار بر ضد خداست، چون خدا قلب انسان را می بیند و همه ما در حضور او محاکمه خواهیم شد. برای همین انقدر تو خوبی یوسف. خدایت را خوشنود کنی؟ بیا. بیا با هم خدا را خوشنود کنیم. بیا اون قلب طلایی را به من بده. کافیست. به من نگو کافیست. کافیست به خاطر شوهرت. یوسف، شوهرم همه چیز را به تو سپرده. باید بروم. تو درخواستم را رد کردی. باشد، تاوانش را خواهی داد. هنوز بیداری؟ بله سرورم، حسابها را مرور میکنم. راحت باش یوسف. اوضاع و احوال چطور است؟ بر وفق مراد، ما 7 برابر سال گذشته برداشت داشتیم. ای کاش میشد تو را به اردوگاه فرعون ببرم تا در اداره نگهبانان و امور دربار کمک کنی. همیشه در خدمت شما هستم. متاسفانه یوسف، برای کسانی که خون مثلی در رگ‌هایشان نیست، ورود به دربار ممنوع است. میفهمم سرورم. خب، میروم بخوابم. چیزی نیاز داری؟ خیر سرورم، همه چیز اینجا هست. متشکرم. یوسف، همسرم به مقداری عطر نیاز دارد. آیا می توانی یک نفر را به بازار بفرستی تا عطر تهیه کند و بخرد؟ فکرش را نکنید، خودم این کار را انجام می دهم. پس شب بخیر. بانوی من؟ داخل شو. عطری که دستور دادید را آوردم. بگذارش آنجا. یوسف، نمیتونم حتی یه روز دیگه هم صبر کنم. من باید به شوهرتان اطلاع دهم. نه، بیا، زود باش. چه شده است بانویم؟ یوسف، میخواست به من تجاوز کنه. ببینید. آه چه رفتار زشتی، مستحق مجازات شدیدی است. شوهرم کجاست؟
شوهرم فوتیبار کجاست؟ باید ببینمش. بانویان، امرتان اطاعت می شود. برو. چه اتفاقی افتاده است؟ سرورم فوتیبار، یوسف میخواسته به همسرتان تجاوز کند. او خائن است. این عمل قبیح است و مستحق مجازات شدید. این چطور اتفاق افتاد؟ ما نمیدانیم سرورم، ولی بانویم هر روز بر روی زمین افتاده است سرورم و نمیتواند حرکت کند. او الان کجاست؟ در زیر زمین حبسش کردیم. او چه میگفت؟ او هیچ چیزی نگفت. همسرم، عزیزم نترس، من اینجا هستم. آه عزیزم، خیلی ترسناک بود. مرا گرفت و به زمین انداخت. داشت لباس هایم رو در می آمد که فریاد زدم و او فرار کرد. خدمتکنان صدای دویدنش رو شنیدم. آه عزیزم، خیلی ترسیدم. او کجاست؟ زن زیبایی مانند تو کسی نمیتواند در برابرش مقاومت کند. عذری از اون نپذیر، به شدت مجازاتش کن. او به تو تجاوز کرد؟ نه، ولی خیلی نزدیک شده بود. در این موضوع خیانت میبینم. پیش او میروم. خدمتکاران، پیش او میرویم. در پشت من در را ببندید. به من نگاه کن. به صورتم نگاه کن. به چشمانم. تو این کار را کردی؟ نه. من در همه مورد به تو اعتماد کردم. نسبت به خانواده هم معتمد بودی. نسبت به شما وفادار بودم و هیچگاه به شما خیانت نکردم. من فرمانده نگهبانان فرعونم. مردان زیادی از من دستور میگیرن. با کلمه ای از من رد یا قبول میشوند. همسر من تو رو متهم میکند یوسف. من اون کار رو نکردم. هرچه با من میخواهید بکنید. میدانی که مجازات این عمل مرگ است؟